سلام، نازنین هستم. به چنل مگافکت خوش اومدید. اول این ویدیو میخوام یه سوال از شما بپرسم. زندگی به سبک قدیمی و دور از تکنولوژی رو دوست دارید یا زندگی به سبک مدرنیته؟ حالا جواب سوالم رو نگه دار و آخر این ویدیو جوابش رو کامنت کن. میخوام شما رو به جایی ببرم که مردم اون در صنعتی ترین کشور جهان به سبک قرن 18 زندگی میکنن. به این تصاویر خوب نگاه کنید. این عکس‌ها کاملا رنگی و جدید هستن، اما چیزی که میبینید کاملا قدیمیه. با خودتون فکر میکنید شاید لوکیشن یه فیلم باشه که سده 18 رو به تصویر میکشه، اما نه. مردمانی هستن که در قرن 21 زندگی میکنن و کاملا آگاهانه نمیخوان از برق استفاده کنن و از چراغ گازی و گردسوز استفاده میکنن. استفاده از تلفن هم منع میکنن. تلفن همراه و گوشی و هوشمند که هرگز، هیچ میانه با اینترنت ندارن و حتی در بین اونها استفاده از خودرو هم ممنوع و کراهت داره. با اسب و درشکه رفت آمد میکنن. شغلشون مزرعه داری و همه کارهای سنگین رو با تجهیزات غیر صنعتی انجام میدن با نیروی اسب‌ها. لباس‌های امروزی نمی‌پوشن، فقط خودشون با دست لباس می‌دوزن و کفش کتانی و جین که هرگز، آستین کوتاه هم ممنوعه. بچه‌ها به مدرسه‌های معمولی نمی‌رن. به نظرتون چنین جماعتی هنوز در این جهان زندگی می‌کنن؟ این چنین مردمانی وجود دارن و در جای دور افتاده‌ای دور از صنعت و تکنولوژی زندگی می‌کنن. شاید الان با خودتون فکر کنید در گوشه‌ای از هند یا در نقطه پرتی در سیبری یا شاید هم در وسط آمازون، اما نه. این جماعت اتفاقا در صنعتی ترین کشور جهان به دور از صنعت و تکنولوژی به شیوه قرن 18 زندگی می‌کنن. فرقه مسیحیان آمیش. وقتی اونها رو تماشا میکنید و میبینید با درشکه و کالسکه در حاشیه خیابانها و جاده های بین شهری کنار مدرن ترین ماشین ها در رفت آمدن، فکر میکنید هنرپیشه هستن و گریم کردن تا در فیلمی تاریخی بازی کنن، یا شاید فکر کنید قرار با این لباس ها در کارناوال خاصی شرکت کنند. آمیش ها نوعی فرقه مسیحی پروتستانند که در آمریکا زندگی می کنند، به خصوص در 3 ایالت شرقی پنسیلوانیا، اوهایو و ایندیانا. ریشه نژادی و دینی آمیش ها به اروپای مرکزی می رسه. اجداد اونها اهل جنوب آلمان یا سوئیسی بودند که در قرن 18 به آمریکا مهاجرت کردند. بنیانگذار این فرقه واعظی مسیحی بود به نام یاکوب آمان که در سال 1730 فوت کرد. نام این فرقه هم از نام خانوادگی او یعنی آمان گرفته شده است. تا اواسط قرن 19 نمیشد از روی ظاهر و شکل زندگی آمیش ها رو تشخیص داد، اما رفته رفته وقتی انقلاب صنعتی و گسترش تکنولوژی زندگی مردم رو تغییر داد، آمیش ها با قوانین سختگیرانه خانوادگی و فرقه‌ای تلاش کردند تا شکل زندگی پیشاصنعتی رو حفظ کنن. هیچ چیزی نتونست اونا رو وسوسه کنه که به سبک مدرن زندگی کنن. تلفن، برق، ماشین، تراکتور، تلویزیون و اینترنت هم نتونست و اونها قرن 18 موندن. به این ترتیب اعضای فرقه آمیش به شکل خودخواسته مانند تکی از قرنهای گذشته در قلب مدرنترین کشور جهان موندن و با مزرعه داری زندگی خودشون رو حفظ کردن. البته آمیش ها یک دست نیستن و برخی از اونها تا حد کمی از ابزارهای مدرن استفاده می کنن و در صورت نیاز سوار ماشین می شن و از تلفن استفاده می کنن، اما خودشون اونها رو تهیه نمی کنن. برای همین مزارع و خانه های آنها قرن 18 مونده. اما موندن در چنین خانواده های هم اجباری نیست. آمیش ها وقتی به نوجوانی میرسن دورهی به نام رومش پریبگه رو سپری میکنن، یعنی گشت و گذار. در این دوره نوجوانان از 16 سالگی برای چند سال اجازه دارن هر جور که دوست دارن زندگی کنن، اما در 20 سالگی باید تصمیم بگیرن که آیا میخوان آمیش باشن یا نه. اگر پذیرفتند از این به بعد باید قواعد فرقه رو رعایت کنند. اکثر جوانها تصمیم میگیرن آمیش بمونن، اما برخلاف اونچه که انتظار میرفته آمیش ها رشد جمعیت خیره کننده ای داشتن. آمیش ها در سال 1928 فقط 7000 نفر بودن. در سال 1992 به 128000 نفر رسیدن و در سال 2018 به 330000 نفر. یعنی از 1992 تا 2018 بیش از 2.5 برابر شدن.
در حالی که جمعیت کل امریکا در این برهه زمانی فقط 1.2 برابر افزایش یافته. همین آمار نشان میده آینده خوبی در انتظار آمیش هاست. دلیل اصلی این مسئله فرزند آوری بالای خانواده های اونهاست. آمیش ها زبان خاص خودشون رو دارن، نوعی گویش آلمانی که به آلمانی پنسیلوانیایی معروفه. در فرهنگ آمیش ارزش زیبایی در سادگی دونسته میشه. لباس ها هرگز نباید وسیلهی برای جلب توجه باشن، چون به هیچ طرحی بر روی لباس مجاز نیست. زنان لباس های ساده و بلند با رنگ یک دست می پوشن. همچنین زنان با توجه به وضعیتشون سرپوش های سیاه یا سفید به سر می کنن. مرد ها معمولا شلوار تیره رنگ می پوشن و یه جلیقه یا کت تیره به تن می کنن. همچنین بند شلوار، کلاهای لبه‌دار حصیری یا نمدی سیاه از دیگر ویژگی‌های پوشش مردانه. مجردها ریش و سپید خودشون رو می‌تراشن و مردان متأهل ریش خود را بلند می‌کنن اما سبیلشون رو می‌تراشن. آمیش‌ها به دولت خود مالیات می‌پردازن به خاطر اینکه به رعایت قانون توصیه شدن، اما کمک‌های مالی دولت مثل بیمه بازنشستگی و بیکاری رو قبول نمی‌کنن و به جای اون در بین خودشون صندوق‌های کمک متقابل بین اعضا در شرایط اضطراری دارن. اعضای این گروه از دخالت در سیاست منع شدن و برای همین رأی نمیدن. در ارتش حضور ندارن و به سربازی نمیرن. این افراد با وجود اینکه صلح طلب هستن ولی مایل نیستن از اونها به عنوان گروه‌های صلح دوست نام برده بشه. آمیش‌های سنتی کلیسا ندارن و مراسم مذهبی رو در خانه‌های خود برگزار می‌کنن. اونها یه هفته در میان یکشنبه‌ها در خانه‌های همدیگه به اجرای مراسم مذهبی می‌پردازن. بعد از موعظه و خواندن سرودهای مذهبی به صرف ناهار و معاشرت مشغول میشن. دوستان، این بود زندگی بدور از تکنولوژی و صنعت فرقه مسیحی آمیش. به نظرتون چند درصدمون میتونیم با این سبک از زندگی ادامه بدیم؟ اصلاً اگه شما جای اون نوجوان آمیشی باشید، بعد از 20 سالگی زندگی مدرن رو انتخاب میکنید یا زندگی ساده و دور از تکنولوژی؟ ولی واقعاً دنیای جالب و دور از هیاهویی دارن. شاید این آرامش رو دوست دارن و حاضر نیستن با هیچ چیزی محافظه کنن. لطفاً نظرتون رو کامنت کنید و به سوالی که اول ویدیو پرسیدم جواب بدید. و اگه هنوز شک دارید چنل میگافکت رو سابسکرایب کنید، بهتون قول میدم از اینکه ما رو دنبال کنید پشیمون نمیشید. و اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و با فعال کردن زنگوله از ویدیوهای جدیدمون باخبر شید.